بالاخره برنده های جشنواره فجر مشخص شد. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال IMDb فارسی با بررسی برندگان جشنواره فجر 1402 در خدمتتون هستم. حتما اگر کانال رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید. میریم سراغ برنده ها. اولین بخشی که میخوام خدمتتون عرض کنم بخش نقش اصلی مرد هستش که با تقدیر از آقای سعید پور صمیمی سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی تعلق میگیره با آقای ارسطو خوشرزم برای فیلم صبح اعدام که این جایزه حواشی خیلی زیادی رو داشت. خب از اونجایی که توی بخش هیئت داوران آقای فخیم زاده به عنوان بازیگر حضور داشتن و ایشون خب دوست صمیمی آقای افخمی هستن، یه خورده حاشیه داشت که این فیلم به عنوان برنده نقش اصلی مرد شناخته شد. اما بخش بعدی مربوط میشه به بهترین نقش اصلی زن که توی این قسمت دیپلم افتخار به خانم ساره رشیدی برای فیلم احمد داده شد و ازشون تقدیر شد و سیمرغ بلورین بهترین نقش اصلی زن به خانم مارال بنی آدم برای فیلم پروین اهدا شد. بخش بعدی مربوط میشه به نقش مکمل مرد. نقش مکمل مرد سیمرغ بلورینش با آقای بهزاد خلج برای فیلم مجنون اهدا شد. دیپلم افتخاری نداشت این بخش. اما بخش مکمل زن توی این جایزه ما دیپلم افتخار رو داشتیم برای خانم مهرون و نهالی برای فیلم تابستان همان سال که ساخته آقای محمود کلاری هستش، ازشون تقدیر شد از خانم مهرون و نهالی و سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن هم به خانم شبنم قربانی برای فیلم مجنون اهدا شد. و اما سیمرغ بلورین بهترین کارگردان بخش نگاه نو یا همون فیلم اولی اهدا شد به بازیگر مردمی آقای جواد عزتی برای فیلم تمساح خونی که حالا صحبت‌های جنجالی را بعد از دریافت سیمرغشون داشتن. توی قسمت بهترین فیلمنامه هیئت داوران فیلمی رو مستحق دریافت سیمرغ بلورین ندونست، اما دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه رو برای فیلم پرویز خان در نظر گرفتن هیئت داوران. اما در ارتباط با بخش کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر با آقای بهروز افخمی بابت فیلم صبح اعدام اهدا شد. و اما مهمترین جایزه امسال یعنی بخش بهترین فیلم که سیمرغ بلورین بهترین فیلم به فیلم مجنون به تهیه کنندگی آقای عباس نادران رسید و بهترین فیلم جشنواره 1402 شناخته شد. همچنین توی بخش انیمیشن هم انیمیشن ببعی قهرمان دیپلم افتخار بهترین پویانمایی امسالو دریافت کرد. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه کانال خودتون بودید. حتما اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما.